خب بازی امیر علی اکبری در مقابل شلتون گریوز آمریکایی رو میخوایم براتون گزارش بکنیم. شلتون گریوز 9 تا برد 3 تا باخت، امیر علی اکبری 9 تا برد 1 دونه باخت در تورنمنت ACA. بازی شروع میشه، همدیگر رو میسنجن. بازی قبلی امیر نزدیک به 6 ماه پیش در مقابل اومیلان چک از لهستان بود که تونست با دیسیژن پر قدرت حریف رو ببره، خصوصا در رانده آخر که بسیار دامینیت بود. حالا با حریف آمریکایی شلتون گریوز بازی داره. شلتون گریوز رو نگاه کنید، فایتری هستش که 9 تا برد داشته، برعکس چهرش و هیکلش که خب خیلی ها ممکنه احساس بکنن که این هیکلی نداره، ولی ناکاوت های خوبی رو من ازش دیدم. اینجا هایکی که میخواد امیر بزنه که فرار میکنه. شلتون گریوز با گارد پایین هم داره بازی میکنه، یه دونه اوورهند میخواد بزن، حریف و اپوش کلینچ میکنه، امیر که کلینچش اونقدر خوب قفل نشد، یه جورایی جفت و جور نشد. خیلی حرکت عجیبی داره حریف میکنه، این به این صورت داره میچرخه میره که بک فیس بزنه. راه رفتنش بس عجیب هم نبود، برای بک فیس بود. یه دونه ضربه خوب، یه جورایی داشت فرار میکرد دست امیر. امیر یه هوک راست محکم زد بهش که خورد به شونش. طوفانی شروع شد. یه لو کیک، یه اوورهند امیر میزنه که حریف رو میخواد بچسبونه به گوشه آکتگان که فنونش رو اجرا کنه. حریفش میچرخه، یه دونه نیه خوب امیر علی اکبری میزنه به صورت حریف. اونقدری کاری نبود که حریف رو بندازه، ولی به هر حال نیه بود. یکی که خوب مید سیکشن، حریف به صورت عجیبی گارد میگیره، گاردش خیلی عجیب غریبه. امیر میره پشت میگیرتش، بک کلینچش کرده. من تو گزارشم هم ساده گزارش میکنم، هم بعضی جاها تکنیکی. در هر دو گروه ببخشن، در هر موردی که من میخوام بگم یا تکنیکی میگم یا خیلی ساده گروه دیگر، عذر بنده رو پذیرا باشه. حریف رو بک کلینچ کرده، چسبونده به گوشه آکتگان و ضربات خوبی رو با دست راست داشت امیر میزد به صورت حریف که حریف با یه چرخش بر میگرده و امیر علی اکبری بسیار خوب کنترلش کرده در گوشه آکتگان. یه آرنج خوبم میزنه، رایت الو زیبا به صورت حریف. 2:20 به پایان رانده یک، بازی 3 رانده هست. تورنمنت ACA. قبل از این امیر در ACB بازی میکرد، یه مید سکشن کیک خوب میزنه به حریف، بعد حریف رو دوباره به گوشه آکتگان میچسبونه. این یه جورایی سیاست امیر شده، مثل اینکه تو فایتاش که حریف رو هدایت میکنه به گوشه آکتگان و میچسبونه حریف رو به گوشه قفس یا به اصطلاح 8 ضلعی. یه آپرکات ریز خوب میزنه امیر، یه لفت هوک عالی. حریف باز دوباره اون حرکت همیشگیش، این خیلی عجیبه که به این صورت راه میره، قدم میزنه به گارد پایین، امیرم از موقعیت استفاده میکنه و حریف رو میچسبونه به گوشه آکتگان. بازی قبلی با خرس لهستانی بود امیر بازی میکرد، اومیلان چک خیلی خوب اینجا فشار به امیر وارد میکرد و اجازه نمیداد فنون کشتی اجرا بشه. اینجا امیر فکر کنم کار راحت تری رو در پیش داره، چون اونقدری با سر و بدن فشار به صورت امیر نمیاره مثل حریف قبلیش که امیر بازی کرد و حیف شد که اون بازی فینال از دست رفت. یه بکفیس خوب امیر میخواست بزنه که نمیخوره، با خائف بود. اگر اون بازی فینال میرسید خیلی بازی خوبی میشد که متاسفانه برگزار نشد. 2-3 تا ضربه خوب اومد بزنه شلتون گریوز که یکی از ضرباتش خورد به امیر و امیر هم همون رو ریترنش جواب داد. در وسط زمین بازی ادامه پیدا میکنه، امیر میخواد ببره حریف رو، به احتمالاً بچسبونه به گوشه آکتگان. یه پانچ میزنه، بله دوباره میچسبونتش به گوشه آکتگان. از پشت گرفته پارو قلاب میکنه، میاره زمین، حریفو میاره زمین. اینجا امیر میتونه حریفو چوک کنه، میره برای اینکه گردنشو بگیره، پارو قلاب میخواد بکنه، حریف داره در میاد. خوب شد امیر نیفتاد و تونست کنترل خودشو حفظ بکنه. پاره حریفو میگیره، یه خمشو قلاب میکنه، یه پانچ میخواد بزنه که نمیخوره. خیلی خوب کنترل داره میکنه، یه پانچ محکم میزنه تو صورت حریف. اینجا میتونه داور بازی رو تموم بکنه و میکنه و میکنه. بسیار عالی، بسیار عالی، قشنگ بود، تبریک میگم بهت.
نگاه کنید چقدر پانچ خوبی اینجا یه رانگ پانچ میزنه، رانگ پانچ عالی، و حریف رو اینجا ناکاوت میکنه با هامر پانچ های محکم خودش. عجب رایت پانچی زد امیر، مشت راست، با دست راستش مشت محکمی رو میزنه به صورت حریف و تیکه اوش میکنه. شلتون گریوز هم میاد بغلش میکنه، بازی زیبایی بود، و علی استکی بلندش میکنه، مربی بوکس امیر، دوستانش هم بغلش میکنند. برد قشنگ امیر علی اکبری رو در مقابل شلتون گریوز دیدیم. عرض کردم اونجا داور میتونست واقعا یک کم زودتر هم تموم کنه. نگاه کنید یه های کیک اینجا رانده یک بود که امیر های کیک زد و دفاع شد، خوب جا خالی داد حریفش، اینجا حریفش در میرفت، کاری رو نتونست پیش ببره. چقدر ضربه خوبی زد اینجا هم بکفیس. امیر ایستاده داره خوب کار میکنه، برعکس اینکه خیلی ها میگن فقط کشتی ولده، خوب داره کار میکنه. شما نگاه کنید، هم از کشتیش استفاده کرد هم از بوکسش، این بازی رو یه جورایی میشه با بوکسش برد. آماده میشیم برای اینکه پیروز میدان رو معرفی بکنن امیر علی اکبری. بازی قشنگی بود به نظرم، دهمین برد امیره و دهمین برد اصولا برد شیرینیه، چون اولین برد دو رقمی میشه 10 تا برد یه دونه باخت، و باعث شد که شلتون گریوز هم آمارش بشه 9-4. همین چهره از امریکا، امیر خیلی قدرتمند نشون داد، تونست حریف رو به راحتی پشت سر بذاره. میشه گفت بازی قبلی امیر خیلی بازی سنگین تری بود در مقابل اومیلان چک، که اونم براتون گزارش کردیم و بازی ها رو گذاشتیم، همه هست، تمام بازی ها رو میتونید مشاهده بکنید. به نظرم حتما روزتون رو بزنید و میبینیم که اینجا هم پیروز رو اعلام میکنه امیر علی اکبری.